و واکنش ها و فعالیت های هنرمندان و دانشگاهیان در خارج از ایران نسبت به اعتراضات در ایران و همراستایی با معترضان. گفتگو میکنیم با مریم پالیزبان، بازیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه مونستر آلمان از برلین. خانم پالیزبان، این چند هفته در کنار اعتراضات در ایران و واکنش ها در داخل، هنرمندان، اهالی فرهنگ و اساتید دانشگاه در خارج از ایران هم با فعالیت ها و صحبت هاشون در رسانه های غیر ایرانی سعی کردن که روشنگری کنند در مورد آنچه که در کشور به وقوع میپیونده. چه تأثیراتی داره این حرکت بر افکار عمومی جهانی و اهمیتش در چه هست؟ اول سلام میکنم، صبح بخیر میگم. من فکر میکنم همه کسانی که من میشناسم در اطرافم توی حوزه، به خصوص توی حوزه اکادمیک، در حال حاضر در آلمان فعال هستن و تمام تلاش همه ما در این جهت هستش که افکار عمومی و هر اون چی که در توان داریم رو به کار ببریم برای اینکه اتفاقاتی که در داخل داره میفته به شکل درست دیده بشه، به شکل درست شنیده بشه. مشکلات زیادی وجود داره. فکر میکنم همه کسانی که اخبار رو دنبال میکنن میدونند که اشخاص و جریانهای خیلی قدرتمندی وجود دارن برای اینکه اخباری رو که از ایران خارج میشند رو بلوکه بکنن، اما ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. خب یک بخشش تاثیرگذاری هست بر سیاسیون، نهادهای بین‌المللی، یک بخشش هم تاثیرگذاری هست بر عامه مردم. هر دوی این بخش‌هایی که میتونن تأثیر بذارن از فعالیت‌های افرادی مثل شما، به نظرتون در این مدت چه نمودی داشته؟ آیا شما شاهدش بودین در رسانه‌های آلمان یا در میان مردم عام در این کشور؟ ببینید، من فکر می‌کنم که یک گروه مهم دیگه یا گروه‌های مهم دیگه‌ای وجود دارن در کنار سیاستمداران که شخصا برای من ارزش بیشتری دارند، نظراتشون، اعتماد بیشتری بهشون دارم اینطور بگم، و اون جریاناتی هستند که توی حوزه مطبوعات، توی حوزه پژوهش دارن روی این موضوع کار میکنن و طبیعتاً تأثیر طولانی مدت و عمیق‌تری میتونن بر روی افکار عمومی بذارن در مورد اون چیزی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و به خصوص در جریان چهار هفته، یک ماه، درسته یک ماهی که در ایران داره میگذره. خب امروز در برلین شاهد راهپیمایی اعتراضی گسترده ایرانیان خواهیم بود در همنوایی با معترضان در داخل کشور و ایرانیان بسیاری از کشورهای مختلف جهان راهی این شهر خواهند شد. به نظرتون چرا برلین انتخاب شده؟ چه ویژگی‌های تاریخی داره این شهر به لحاظ مقاومت و جنبش‌های اعتراضی؟ من فکر می‌کنم اگر بخوام اینطور جواب بدم، جواب سانتیمانتالی خواهم داد که جواب درستی نیست. من فکر میکنم برلین به خاطر موقعیت سیاسی که کشور آلمان در حال حاضر داره و نقش مهمی که بازی میکنه در ارتباطات جهانی این انتخاب شده. فکر میکنم این انتخاب خیلی انتخاب سیاسی بوده. قطعا انتخاب درستی میتونه باشه. اما اون چی که مهمه اینه که گروه ها و بگیم احزاب و جریاناتی که به شدت با هم اختلاف نظر دارن کنار همدیگه جمع خواهد شد. من امیدوارم که اینطور باشه و همشون یک هدف دارن و هدف مهم اینه که با تمام اون چیزی که در توانشون هستش به اتفاقاتی که در داخل ایران داره میفته و در جهت نیازها و آرمانهایی که جریانات این جریان در داخل ایران داشته حرکت بکنن. همین حالا در همین چند روز گذشته من فکر میکنم همه ما دیدیم و شاهد بودیم که چقدر این اختلاف ها عمیقه و فکر میکنم تمام ما تلاشمون در این هستش که ببینیم آیا میشه در یک همچین روزی همجهت حرکت کرد، اما صدای تک تک این گروه ها رو هم شنید و هیچ کدومشون رو خفه نکرد. و یک نکته ای که اهمیت این همراهی ایرانیان خارج از کشور با معترضان داخلی چه هست؟ هیچ وقت در طول این 43 سال شاهد این گونه همبستگی نبودیم. حالا با وجود اختلافاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردیم، ولی یک کلیتی به وجود اومده و چه شده که در این برهه تاریخی میبینیم که در کشورهای مختلف که حدود دو هفته سه هفته پیش
راهپیمایی گسترده‌ای برگزار شد. در برلین هم اینگونه که برآورد شده شاید حدود 50,000 نفر دست کم حضور پیدا بکنند. ببینید، همبستگی کلمه بسیار زیبایی هستش، اما در عین حال کلمه خطرناکی هست. من فکر میکنم که اگر به این کلمه بیش از حد توجه بکنیم، امکان اینکه اشتباهی که در انقلاب 57 اتفاق افتاد دوباره اتفاق بیفته زیاده. من فکر میکنم مهمترین آرمان جریاناتی که در 4 هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده همچنان زن، زندگی، آزادی هستش، و هر جریانی که این شعار مهم رو بخواد کنار بزنه و اهداف خودش رو بر این جریان مسلط بکنه و دنبال تمامیت خواهی باشه، قطعا به اون چیزی که آرمانهای اصلی این جنبش بوده توجه نخواهد کرد و بهش آسیب خواهد. بسیار سپاسگزارم از شما مریم پالیزبان، بازیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. ممنون.